جواد ظریف در نشست خبری 14 مرداد نماد درهم شکستگی یک رژیم نامنسجم و مستأصل بود. رژیمی که نمی‌داند طرف مقابلش خواهان تغییر اوست یا سرنگونی، اما می‌داند که مردم و اپوزیسیونش مطلقاً خواهان سرنگونیش هستند. ننویسین که ظریف عصبانی بود، من اگه داد نزنم صدام به شما نمیرسه. میگن ظریف عصبانی بود. ببینید من دارم میخندم، اصلا عصبانی نیستم، اصلا هم ناراحت نیستم. آمریکا بوده که وزیر خارجه کشوری که میخواد باهاش مذاکره بکنه رو تحریم کرده. آمریکا بوده که بالاترین مقام جمهوری اسلامی، یعنی مقام معظم رهبری مدظله العالی رو تحریم کرده. آمریکا اقلن میخواد زورمداری بکنه، اقلن بگه چی کار میخواد بکنه. اظهارات ظریف رو ربیعی با پرداختن به نگرانی اصلی رژیم از براندازان اینگونه کامل کرد. هیچ دوره اینگونه براندازان اسلحه به دست داخلی در کاخ سفید حضور نداشتند. متاسفانه ما از تیرانا تا کاخ سفید تا برخی هم که ناآگاهانه در داخل موضع‌گیری هایی میکنن که به هر حال منافع ملی تضمین نمیشه. و این دقیقا همان نقطه ایست که ظریف و نظام مطبوعش را بی‌تعادل کرده است. نقطه ای که مردم برای تکمیل آن لحظه شماری میکنند.